سلام، چهارشنبه 26 خرداد 1400 16 ژوئنه 2021 میلادی. با شدت گرفتن موج نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی که در برنامه گذشته عرض کردم برآورده دستگاه های خود حکومت و سنجش افکارهای دستگاه های اطلاعاتی نشون میده که 18% مردم در انتخابات شرکت میکنند و اگر خیلی جف بسازند موفق باشند ممکن است که این به 25% هم برسه. در واقع از 60 میلیون دارنده حق رأی برآورده دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور این است که عددی بین 12 میلیون تا 15 میلیون نفر در انتخابات شرکت خواهند. این تصویر که نشون دهنده شکست و ورشکستگی کامل حکومت و یک اکثریت 80% یا 82% مردم پشت کردن به این نظام، الباقی هم به دلایل مختلفی ممکن است هنوز مونده باشند ولی وفاداری چندانی به اون ندارند، حضرات رو به تکاپو انداخته. در 48 ساعت گذشته عده‌ای به میدان آمدند از سوی رژیم، شروع کردند به دعوت مردم به انتخابات با استدلال های عجیب و غریبی که اصل مسئله در اونها گم شده. اصل مسئله که یک رژیم فاسد، آدم کش، پشت به مردم و ناتوان از حل مشکلات مردم در یک سو ایستاده و خواستار این است که رأی اعتماد بهش بدن و در سوی دیگه اکثریت ملتی ناراحت، گرسنه، عصبانی و بدون دورنمای روشنی از آینده ایستاده که خواستش به زیر کشیدن این نظام. اما کسانی که دعوت به رأی دادن به این کاندیدا یا آن کاندیدا میکنند، همتی باشه یا رئیسی یا دیگری، گویی اصلا به صحنه اصلی توجهی ندارند و استدلال هایی میارند که از شدت تکراری بودن تهوع‌آور و نخنماست. به هر حال از یک طرف افراد مختلفی رو به میدون آوردن که من هرچه نگاه میکنم در واقع سه گروه در اونها میبینم. کسانی به خصوص در خارج هستند که عملا از حکومت پول میگیرند و مبلغش هستند، در اینجور مواقع به دردش میخورند، به میدان آمدن. گروهی یا در داخل هم همینطور، گروهی به خصوص در داخل کسایی هستند که زیر فشار بازجوهاشون قرار دارند، در زندان بودن، بریدن و نقطه ضعف دست بازجوها دارند، در نتیجه بهشون چیزی بگن باید انجام بدن. البته یک بخشی هم یا از سر اعتقاد فکریشون و یا ناآگاهانه به این دام افتادن. بر صورت از سوی دیگه حکومت شروع کرده به عددسازی و داره سعی میکنه دو کارخونه دروغسازیشو به راه بندازه، به خصوص این که آقای خامنه‌ای در صحبتی که کرد و جمله ای رو مطرح کرده به این معنی که میگه عدم حضور مردم در انتخابات به معنی فاصله گرفتنشون از نظام اسلامی است. این حرف در واقع بیش از هر چیزی جواز تقلب و عددسازی داره صادر میکنه، چون وقتی آقای خامنه ای میگه مردم اگر رأی ندن به معنی فاصله گرفتن از نظامه، که حرف درستی هم هست و مردم عملا فاصله گرفتن و رأی نخواهند داد، این حرف او یعنی که برید و عدد بسازید که
نشون بده اکثریت مردم با نظامند و از نظام فاصله نگرفتند. به همین دلیل هم شروع کردند مسابقه عدد سازی. مثلا وزیر کشور میگه سنجش نشون میده 47% شرکت میکنند. حالا تازه رخوت هم به دلیل کار شورای نگهبان و کرونا ایجاد شده که لابد انقریب میگه در این دو سه روز زمین بهتر شد، شور و شوق شد و خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه میگه 50% میان رأی میدن که احتمالاً در چند روز آینده میبرش تا 53-54%. جالبه که داخل حکومت اما کماکان بر سر این که چه عددی رو در انتها اعلام کنن که قابل باور باشه و چه سناریویی رو بسازند و جلوی چشم مردم و دنیا بگذارن، هنوز 24 ساعت مونده به زمان به اصطلاح این نمایش انتخاباتی توافقی در درون حکومت حاصل نشد. یک طرف میگن رئیسی رو با 60% برنده اعلام کنیم از مثلا حدود 54% دارندگان حق رأی که رأی دادن، رئیسی 60% آورده، بار اول تمومش کنیم و همتی و دیگران رو هم بچینیم برای تحقیر بعضی ها، عددشون رو کمتر از حتی باطله اعلام کنیم. اما گروه دیگه‌ای تز میدن که بهتره ما برای اون که مردم اعداد رو باور کنند ببریم به دور دوم، مثلا بین رئیسی و همتی بگیم رقابت تنگاتنگ شد، یکی 16 میلیون یکی مثلا 14 میلیون رای آورد و چون 38 میلیون رای دادن هیچ کدوم نصف رو نیوردن، بنابراین میره به دور دوم و اینجوری شور و شوق بیاریم، مردم هم بهتر باور میکنند که این اعداد قلابی ممکنه درست باشه. این دومی اشکالش این است که میترسند که فضایی به دست مردم بیفته که به محض اینکه چون این فضایی باشه به شدت با حکومت مردم برخورد خواهند کرد و ممکن است نتوانند که کنترل کنند و حوادثی مثل آبان 98 تکرار بشه. بر صورت بازار تقلب و عددسازی و سناریو درست کردن در بیت رهبری گرمه و وحشتی که از پشت کردن مردم به حکومت اونها رو گرفته فعلا داره میبرشون به سمت اشتباه، پشت اشتباه، آنچه که در مورد دیکتاتورها و پایان عمرشون میشه گفت، چون معمولا در انتهای عمرشون اشتباهات پی در پی میکنن. در همین حال 110 نفر از فعالان مدنی سیاسی و اجتماعی بیانیه‌ای دادند و تأکید بر رأی ندادن کردند و گفتند به جای منطق معیوب انتخاب بین بد و بدتر باید به سراغ مقاومت مدنی بریم. در بین این 110 نفر زندانیان سیاسی شناخته شده مثل ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی، علیرضا رجایی و دیگران حضور دارند. اما مذاکرات آقای بایدن با آقای پوتین که امروز به انجام شد به صورت خبر یک دنیا در اومد و از ابعاد مختلف مورد بحث خبرگزاری ها بوده و مصاحبه این دو نفر جدا از هم حرف ها و سوالاتی که پرسیده شد موضوع تفسیر تقریبا بیشتر رسانه های دنیا. در بین مسائل مختلفی که موضوع بحث ما نیست، یک موضوع که به ایران مربوطه جالبه این است که آقای بایدن اعلام کرد که پوتین وعده همکاری با آمریکا رو داده برای عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. در همین حال شورای همکاری خلیج فارس خواستار
گنجاندن برنامه موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای شده و دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفته که تا سرکار آمدن دولت جدید در ایران توافقی حاصل نخواهد شد. آقای روحانی هم که در چند هفته گذشته دم گرفته بود که تموم دیگه همه چی حل شده، قدری پا پس کشیده و گفته که فعلا قلم‌ها کند شده. پاره‌ای از مسئولین اتحادیه اروپا هم ابراز دلسردی کردند و اینکه برگشتن به برجام و توافق فعلا به صورت متوقف و یا بسیار کند در آمده. علت اصلی هم این است که از یک سو امریکا کوتاه نیومده بر سر مسائل تروریسم و غیره که نمیتونه برداره این تحریما رو، و جمهوری اسلامی میخواست کوتاه بیاد چون آقای خامنه‌ای به پول احتیاج داره، ولی مذاکره کننده های دولت روحانی ترجیح دادن که ماجرا رو رها کنند، بگذارن دولت بعدی خودش این کار رو بکنه، چون که میدونن که به دستور رهبری هر توافقی هم بکنن بعداً فحش خواهند خورد و به سازشکاری و وطن فروشی و غیره محکوم خواهند، چون اینیست که ترجیح میدن توپ رو تحویل دولت بعدی بدن. اما تعدادی از صاحبان امتیاز و مدیران مسئول نشریات اصلاح طلب از حول حلیم به دیگ افتادن و پیش آهنگام به دیدن آقای رئیسی رفتن، مراتب چاکری و جان نساری ابراز کردن و رهبری ها و کمک های ایشون رو ستودن پیشا پیش، موضوعی که این مدیر مسئول ها و صاحب امتیاز ها باعث رنجش بسیاری بچه های روزنامه نگاری که با خطر پیشه کردن در این روزنامه ها کار کردن تا الان شده و موجی در بین اونها ایجاد شده برای استعفا و عدم همکاری. اولین نفر پژمان موسوی است که سردبیر زمینه 16 صفحه‌ای روزنامه شرق به نام شنبه ها بود و استعفا داد. روزنامه هایی مثل شرق، آرمان، ابتکار، آفتاب یزد و چند نشریه دیگه در این دیدار بودند که جای انتقاد و سرزنش جدی دارند، هم از سوی خوانندگانشون و هم از سوی روزنامه نگاران و دست اندرکارانشون. با امید پیروزی ایران و ایران.